وقت بخیر، شرار عزیزی هستم. خوش اومدید به ادامه پوشش خبری ایران اینترنشنال از خیزش انقلابی مردم ایران. سرخط خبرها. درگیری گسترده مردم با نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه، مردم در حمایت از مولوی عبدالحمید شعار شیخ الاسلام با خدا خامنه ای زیر پا سر دادند. زنان هم در اعتراض به حکومت شعار دادند پیش به سوی انقلاب. نتوانستم که از فیلترهای شما رد بشم، تحمل کرده، اما در این تبعیض خیلی گسترده بوده. در نخستین واکنش مولوی عبدالحمید به طرح بی آبرو کردن او از سوی علی خامنه ای، عزت را خدا می دهد نه کس دیگر. عبدالحمید می گوید مردم بلوچ از 44 سال تبعیض، فقر و ظلم خسته شدند. شعارهای ضد حکومتی در مراسم سومین روز کشته شدن مهران سماک در بندر انزلی. معترضان شعار دادند می جنگیم، می میریم، ایرانو پس می گیریم. اقدام خانواده حامد سلحشور برای خاکسپاری مجدد او در آرامگاه خانوادگی. جمهوری اسلامی پیکر شکنجه شده او را بی کفن در مکانی بدون رضایت خانواده دفن کرده بود. و درگیری مردم با نیروهای امنیتی در مراسم 40 سینا ملایری همزمان با زادروز او در عراق. مردم معترض شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایی سر دادند. ساعت 18 به وقت تهران. در این بخش ویژه خبری من با همکارانم همراه شما هستیم با پوشش خیزش انقلابی مردم ایران و واکنش‌های جهانی. زاهدان امروز هم مثل هفته‌های گذشته پس از برگزاری نماز جمعه شاهد حضور گسترده مردم معترض بود. شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان از جمله چابهار هم امروز به صحنه اعتراض حکومتی تبدیل شد و معترضان با شعار علیه خامنه ای، سپاه پاسداران، بسیج و کل نظام به خیابان آمدند. در تصاویری که از زاهدان به ایران اینترنشنال رسیده صدای تیراندازی شنیده می شود. حضور زنان زاهدانی در اعتراضات امروز بسیار گسترده است. زنان شعار می دادند چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تجمع حمایتی از مولوی عبدالحمید در زاهدان توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و به سوی مردم تیراندازی شد. زاهدان 11 آذر 1401 نیروهای سرکوبگر در حال حمله به مردم، در حال شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور. حمله گسترده نیروهای سرکوبگر. مرگ بر خامنه‌ای!
شلیک مستقیم. سریع به بروید. فیلم گرفت، فیلم گرفت. مراسم نماز جمعه در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان بار دیگر به صحنه اعتراض‌های ضد حکومتی بدل شد. تصاویر زاهدان رو شاهد بودیم، اما همزمان با زاهدان چابهار و ایران شهر هم صحنه خیزش مردمی بود. بنابر آخرین ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال، مردم معترض شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند. چابهار 11 9
اعتراضات. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به 44 سال تبعیض و نابرابری و فشارهای مذهبی در سیستان و بلوچستان گفته این مردم از تبعیض و فقر خسته هستند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش احکام اعدام و اجرای آنها را زیر سوال برده و گفته احکام اعدام نه شرعی است و نه قانونی. او گفته معترضانی که به خیابان آمدند نباید حکم محاربه بگیرند. مولوی عبدالحمید در واکنش به گفته های خامنه ای مبنی بر این که عبدالحمید را حذف نکنید بی آبرو کنید گفت خدا عزت می دهد نه کس دیگر. الله تعالی هر کسی چیزی داده به هر حال به شما حکومت دستتون بوده، قدرت دستتون بوده و اگر ما چیزی هم داشتیم اینا را اگر الله تعالی عنایت کرده فضل الله، اگر پیش مردم یک حرمتی بوده، اگر محبت امروز هم به هر جایی که در دلی کسی هست یا نیست، این داد الله تعالی هم چیزی را که الله بده الله مگر بگیره، الله عزت میده عزت هم میگیره، عزت کسی دیگه نمیتوانه بگیره، عزت داد پروردگار خداست که اگر هر کسی را بخواد عنایت میکنه، همه آنچه که به دست ما و دست دیگران همه اینها عطای الله فضل الله تعالی. ما با خیرخواهانه میگیم که معترضین نه کسی را اعدام کنه بکشید، نه کتک جون بزنید، نه آزاد کنه بگذارید، مگر کسی که مردمی کشته، آدمی کشته و که جرم سنگینی مرتکب شده برای این اعتراضات و بلاخره داد و بیداد ها، این ها سختی نکنید، بایی نبیشینید با زندانی اشیاشی تکرار میکنه، تکراری بزشتم گفتم و بهترین راه ما میخواییم کشورمون امن باشه، ما میخواییم کشورمون متحد باشه، متفق باشه. ما بارها گفتیم که ما شیعه و سنی نداریم، ما اینجا اقوام نداریم، همه ایرانی همه یکی هستن، از زرتشتی ها گرفته تا دراویش گرفته تا دیگه تمام ادیان اینجا، ادیان اینجا، روش های اینجا، گرایش ها، حتی بهایی، بهایی هم انسانان مال ایرانی، ایرانان حقوق دارن، حتی اونا رعایت بشه. ناصر بلیده‌ای دبیر کل حزب مردم بلوچستان از استکهلم سوئد همراه ما شدند. خوش اومدیم به این گفتگو. آقای بلیده‌ای، از روز اول در خیزش انقلابی در سیستان و بلوچستان شاهد بودیم که مولوی عبدالحمید یک سری توصیه هایی هم به مقامات در جمهوری اسلامی میکنن. امروز هم توصیه کرد که محاربه، حکم محاربه را لغو کنید، اعدام نکنید و بازداشتی ها را آزاد بکنید. فکر می‌کنید واقعا این اراده وجود داره در مقامات جمهوری اسلامی که کوتاه بیان در سری در بر سر یک سری از قضایا و گوش کنن به حرف کسی مثل مولوی عبدالحمید؟ با عرض سلام، فکر نمی کنم. جمهوری اسلامی ایران قبلا هم نشان داده که به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنه. خود تجربه مولوی عبدالحمید از حمایت ایشون از خاتمی تا روحانی و تا رئیسی نشان داد که رژیم به هیچ وجه حرف کسی رو قبول نمی کنه و کاری انجام نمیده که در جهت حقوق مردم باشه. اینا خوب توجه به این که مولوی عبدالحمید در زاهدان هستش و مشکلات مخصوص خودشو داره، همین مسئله مجبور به این شکل صحبت بکنه، ولی اونم در دل خودش میدونه که دیگه جایی نه برای مولوی عبدالحمید در این نظام باقی مونده و نه این نظام جایی ماندنی در بین مردم ایران داره. نفوذ مولوی عبدالحمید در بین مقامات، در بین مردم سیستان و بلوچستان خیلی بالاست. فکر می‌کنی که این تقابلی که شکل گرفته تا کجا قرار هست ادامه پیدا بکنه بین علی خامنه‌ای و مولوی عبدالحمید و واکنش مردم در سیستان و بلوچستان چه خواهد بود؟
مولوی عبدالحمید خوب در همون روزهای اول به شکلی میخواست که به رژیم مشکلات بیشتر نکنه و میخواست مسائل حل بشه. اون تا اون زمان شاید نمیدونست که مثلا تا چه اندازه مردم کشته شدن. وقتی که متوجه شد تعداد شاید 90 یا 100 نفر کشته شدن، نظراتشو کاملا عوض کرد و این خود مشخص کرد برای مولوی عبدالحمید که دیگه جایی باقی نمونده در بین مردم بلوچ. چون قبل از اون کشتاری که در جامعه خونین زاهدان نام گرفت، قبل از اونم تعداد زیادی بلوچ در حدود 100 نفر شاید بیشتر اعدام شده بودن. مولوی دیگه جایی نداشت که مثلا بتونه با رژیم به یه شکل مثل قبل مثلا توصیه‌هایی بکنه و بر اساس اون بخواد کاری از طرف رژیم انجام بشه. به همین دلیل هم رادیکال‌تر شد. در واقع این خواسته مردم بلوچ بود که شما که به عنوان سخنگوی ما هستید و فعلا هم به یک شکلی رهبر مردم بلوچستان شدید، نباید مثلا بیای دیگه حرفای رژیم رو بگی، باید حرفای ما رو بگی تا جایی که امکان داره. و چیزی که هم متوجه شدیم، خب مولوی عبدالحمید حرف شنوی داشت از مردم و خواست که اون خواستهای مردم رو اجرا بکنه، چون به هر حال باید اینو بدون میدونست که فعلا مردم بلوچ با این رژیم عصبانی هستن و هیچ گونه ارتباطی نمیخوان با حاکمیتی که امروز در ایران هست داشته باشن. در بولتن خبرگزاری فارس که منتشر شده اعتراف شده که در سیستان و بلوچستان با تیربار به سمت مردم شلیک شده در آن جمعه خونین. آیا تا حالا تحقیقی صورت گرفته که اصلا چه کسانی بودن اون گروهی که اومدن دست به کشتار زدن و اصلا قرار هست که آیا این پرونده پیگیری بشه؟ شما گشایشی میبینید تو این امر؟ بلوچستان زیر حاکمیت سپاه پاسداران هستش و نیروهای انتظامی هم در اونجا بر اساس اون چیزی که سپاه پاسداران فرمان میده حکم‌ها و کارها رو اجرا میکنن. همه بخشا زیر نظر سپاه پاسدارانه. در بلوچستان همه کشتار از اعدام‌ها تا این جمعه خونین زاهدان و یا خاش و یا دستگیری‌هایی که در چابهار، ایرانشهر، سراوان و جای دیگر بلوچستان انجام میشه، همه اینا زیر سازمان اطلاعات ایران و همینطور سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه هستش. بلوچستان سال‌ها هستش، حالا چند دهه هستش که تحت حاکمیت سپاه پاسداران هستش و همه اینا زیر دست سپاه پاسداران انجام میشه. خب مسلماً ما فعلا که کسی نمیخواد که مثلا بگه که سپاه پاسداران یک شکلی بیاد مثلا یک عدالتی رو اجرا بکنه. عدالت اجرا شدن در ایران فقط زمانی امکان پذیر هستش که ما دیگه از این رژیم که فعلا در ایران هستش و خود سپاه پاسداران وجود نداشته باشه. اون موقع هستش که میشه از طریق دادگاه‌هایی که در ایران اجرا میشه و یا دادگاه‌های بین‌المللی احتمالاً خیلی از این مسائل رو حل کرد، ولی در این شکلی نیست که همه کشتار در بلوچستان توسط سپاه پاسداران انجام میشه. ناصر بولیدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تشکر، خیلی ممنون. مراسم سوم مهران سماک امروز در آرامستان بندر انزلی برگزار شد. مردم معترض در این مراسم شعار دادند می جنگیم، می میریم، ایرانو پس می گیریم. مهران سماک در شب جشن باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا در بندر انزلی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. تصاویری از مراسم امروز در بندر انزلی به ایران اینترنشنال رسیده. با هم ببینیم. اینجا انزلی خیابون اصلی شهر را بستن که مردم هجوم نیارن واسه سوم مهران عزیزمون. خیابون کلا بستن، مردم گیر کردن، نمیتونن برسن به آرامستان. در خبر اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده، خانواده حامد سلحشور، جوان 22 ساله اهل ایزه که در بازداشت و زیر شکنجه جان باخته، پیکر او را از خاک قلعه تل بیرون آوردند و در قبرستان ایزه به خاک سپردند. نیروهای امنیتی بدون اجازه خانواده او را در جای دیگری دفن کرده بودند. پس از شکافتن قبر، خانواده با پیکر شکنجه شده و بدون کفن فرزندشان روبرو می‌شوند.
مراسم 40 سینا ملایری، یکی از کشته شدگان اعتراضات اخیر، امروز در عراق همزمان با آزاد روزش برگزار شد. حاضران در این مراسم شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر حکومت بچه کش سر دادند. به گفته یه منابع محلی، سینا ملایری با ضربات باتوم در جریان اعتراضات خیابانی کشته شده. مینا خانی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، معتقد است جمهوری اسلامی با سناریو سازی برای کشته شده های اعتراضات اخیر در تلاش است اطلاعات نادرستی در اختیار رسانه های غرب قرار دهد. من یکی مقداری اگه بخوام صادقانه بگم، الان میدونم که مردم ایران به هیچ عنوان، این فقط در مورد حالا شرایط شمالی صدق نمیکنه، به طور کلی در کل ایران دارن برای هر کشته یا هر وضعیتی یه سناریویی میسازن و یه مقدار دستپاچگیشون رو هم نشون میده. یعنی خیلی هم از این نمیاد که به همین شرایط مسلط هستن. از این فایلای هک شده ما شنیدیم که در چه سطحی از در واقع عصبیت و به هم ریختگی قرار دارن، ولی من فکر میکنم یکی مقدارش هم یه مقدار سرمایه‌گذاری کرده جمهوری اسلامی در تمام این سالها که در کشورهای غربی خیلی وقت استناد شده به ادعاهایی که اینها کردن. یعنی چون در واقع روزنامه‌نگارای غربی نمیتونستن خودشون مسائل رو راستی آزمایی بکنن و یک روی کردی به هر حال لابی‌های جمهوری اسلامی هم اینجا فعال بودن، داده‌هایی که جمهوری اسلامی داده در فضای بین‌المللی بسیار اوقات بدون راستی آزمایی‌های درست و بدون دخالت در واقع نیروهای ایرانی که بتونن نشون بدن که اینها غلط هستن و در واقع سناریو سازی و پروپاگاندا هستن، به کشورهای غربی منتقل شده و بعضا به عنوان فکت در نظر گرفته شده. من فکر میکنم هنوز جمهوری اسلامی داره این تلاش رو میکنه، حتی با وجود که میدونه که در داخل کشور به هیچ عنوان این برو نداره و در خارج از کشور هم خیلی الان فعالیت ها بیشتر شده برای راستی آزمایی ها و در واقع مقابله با پروپاگاندای جمهوری اسلامی.
در اولین روز جشنواره فیلم وین، فیلم هزاران زن ساخته ی مژگان اینانلو، کارگردان و مستندساز ایرانی به نمایش درآمد. کانون سینماگران مستقل ایران دیشب در افتتاحیه جشنواره وین خواستار آزادی اینانلو شدند. اینانلو حدود 2 ماه پیش در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. And also, I would like to take your attention to one of our loveliest director, Mojgan Inanlu. She's also in prison, and we are hoping to see her release, and not just a normal release, her unconditional release for her basic human rights. زن زندگی آزادی بیزین دیشیم فون مژگان بیزین دیشیم فون نیکا بیزین دیشیم فون مهسا و alle andere die bis dato verstorben sind. Danke sehr. مینا یعقوبی، معترض عراقی که اوایل آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، شب گذشته به قید وثیقه آزاد شد. در ویدیویی که از لحظه بازگشت او به خانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آثار کبودی ناشی از شکنجه در صورت او به وضوح دیده می‌شود. دادگستری استان مرکزی پرتاب سنگ به سردر گلزار شهدای عراق را دلیل بازداشت این معترض عنوان کرده و گفته او 2 بار اقدام به خودکشی کرده، ادعایی که خانم یعقوبی به صراحت رد کرده. قربونت برم، بهت چه کار میکنی؟ عزیز دلم، خوش اومدی شجاع، ما بهت افتخار میکنیم. قربونت برم، خوش اومدی عزیز دلم، خوش اومدی. یک منبع نزدیک به خانواده یعقوبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال از شکنجه‌های شدید، بازجویی‌های طولانی و آزار روحی و تهدید مینا یعقوبی خبر داده. مینا یعقوبی زیر شکنجه برای اعتراف اجباری با میله آهنی در ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته و پس از جراحت‌های شدید در مسیر انتقال به بیمارستان با پرت کردن او از پله‌ها سرش را شکستند. او پیش از بازداشت از سوی ماموران اطلاعات سپاه که به خانه‌اش حمله کرده بودند تهدید شده بود و پس از دریافت احضاریه در ویدیویی که در استوری اینستاگرامش منتشر کرده بود اطلاع داد که پیش از بازداشت در سلامت کامل روانی و جسمی است. بعد از پیگیری‌های مکرر نیروهای خودون و زحمتکش که به بند زنگ زدن، من دارم میرم خدمتشون ببینم چی کارم دارم. کلا من آدم جسوری هستم و از ابتدا تا به الان حالا از هیچی هم نترسیدم و دلخوره چیزی رو نداشتم. فقط خواستم اعلام کنم که آقا من نه بیماری زمینه ای دارم، چون شما هم منو میشناسین و شروع شوق به زندگیم خیلی بالاست و خیلی زندگیمو دوست دارم و نه اینکه قصد خودکشی دارم و خیلی هم سالمم. محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. صحبتاش رو شنیدیم، سناریو سازی که مرتبا از طرف جمهوری اسلامی ما میشنویم که اینها مشکلات روحی دارن، خودکشی میکنن، خودشون از بلندی پرتاب میکنن، چرا اینقدر اصرار دارن به این سناریو؟ یه روش قدیمی هستش، از تقریبا شوروی به ارث رسیده به جمهوری اسلامی. از اول انقلاب هم تقریبا شروع کردن این روش رو. حتی بازرگان در آخرین نطقی که در مجلس داشت، موقعی که نماینده بود،
گفتش که اگر روزی روزگاری من علیه این همین حرفایی که الان میزنم چیز دیگری گفتم، بدونید که تحت شکنجه بوده، بدونید که در وضعیت خوبی نبودم از نظر روحی و اومده بود برای آینده خودش پیش‌بینی داشت کرده بود این رو. خیلی های دیگه هم وقتی میخوان برن زندان جمهوری اسلامی میگن ما قصد خودکشی نداریم، قرار نیستش که بلایی سر خودمون بیاریم و هر چه هستش مسئولیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک زمانی این سناریو رو مینوشت و گفت خودشون خودشون رو کشتن. من خاطرم هست در هر جمعیت دانشجویی وقتی که حمله میکردن به دانشجوها میگفتن که اینا خودشون خودشون رو زدن که بعد نظام رو بدنام بکنن و اینها. در زندانها هم مثلا کابوس، آقای کابوس امامی که کشته شدن رو گفتن که خودش خودکشی کرده، با اینکه حالا اونجا اصلا کاملا دوربین داشته، زندان انفرادی بوده، با این حال گفتن که خودش رو کشته و ابایی هم ندارن از اینکه چنین حرفایی رو در انظار اصلا کسی میپذیره نمیپذیره. اشاره کردی که ابایی ندارن از اینکه کسی میپذیره نمیپذیره، ما شاهد هستیم که افکار عمومی بعد از این 44 سال عادت کرده، یاد گرفته و فهمیده که اینها دروغ دارن میگن، یک بخش عمده ایش رو و سناریوهایی میسازن که حقیقت نداره. پس چرا انقدر اصرار میکنن که بازم همین شیوه قدیمی رو با وجود اینکه رسانه‌های اجتماعی همه جا هستن، همه مردم همه چیز رو تقریبا میتونن ببینن و بشنون؟ یه زمانی این حرفایی که میزدن بعضی ها رو به شک مینداخت، ساده دلانی باور میکردن، اما الان نفرت ایجاد میکنه و هیچ کم باور نمیکنه. چرا این کارو انجام میدن؟ به نظر من به خاطر گسترش جو ارعابه. در واقع دارن به زبان بی زبانی و خیلی هم اتفاقا صریح میگن که ما شما رو میکشیم و به همین راحتی، و در زندانهای ما امنیتی برای شما نیست، بنابراین نیایید بیرون و اجازه بدید که ما همین حکومت جور و فساد و ستممون رو ادامه بدیم. اما خب کسی هم دیگه گوشش بدهکار این حرفا نیست و مردم ترسشون ریخته و این حربه ها هم کهنه و کند شده. فکر میکنی که برن به سمت موضوعات جدیدتر یا همچنان میخوان پافشاری بکنن رو همون سناریوهای قدیمی‌تر؟ نه، چنین خلاقیت هایی هم ندارن. همچنان و همچنان همین اتفاق خواهد افتاد. حتی دوباره میان و یه کمیته تحقیق درست میکنن. اسمش هم گذاشتن حقیقتی یابی. یعنی از همون اسمی که در یک بار مهد دلخوشی در این 40 سال این کمیته ها به هیچ جا نرسیده. همون شیوه ها رو ادامه میدن، چون همه آدم ها هستن. همه آدم های 40 سال گذشته هستن. با همون مغز جامدی که داشتن چیزی هم تغییر نخواهد کرد. ممنون از توضیحات تو محمد رهبر اینجا در استودیو همراه ما. بشنوید که معترضان در بوشهر هم بیلبوردهای شهری را به محل انتشار فراخوان‌های خود بدل کردند و برای روزهای 14، 15 و 16 آذر ماه فراخوان دادند. به دنبال رواج پدیده عمامه پرانی در شهرهای مختلف ایران، تصاویر جدیدی از این حرکت اعتراضی به ایران اینترنشنال رسیده. با هم ببینیم. یک بار دیگه هم این خبر رو اعلام بکنن که کانادا 4 مقام و 5 نهاد جمهوری اسلامی رو از جمله حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، علی قناعتکار، بازپرس دادسرای اوین و همینطور مرتضی طلایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران رو که سال گذشته یک سفر پرحاشیه داشت به کانادا رو تحریم کرده، و همینطور چند شرکت تابعه سپاه پاسداران رو. در بخش بعدی خبر حتما برمیگردیم با جزئیات بیشتر درباره این خبر، اما
کانال تلگرامی انجمن صنفی دانشجویان کشور هم خبری رو منتشر کرده درباره مسمومیت سریالی دانشجو در چند دانشگاه ایران و اعلام کرده که مسئولان دانشگاه ادعا کردند که دلیل وضعیت این دانشجوها ابتلای دانشجوها به نوعی ویروس هستش، اما این ادعا بر اساس تجربه مشاهده شده اخیر در دانشگاه صنعتی اصفهان از طرف دانشجوها رد شده. بشنوید اما مژگان شجریان خواننده و نوازنده ستار و فرزند محمد رضا شجریان موزیک ویدیویی رو با عنوان به نام سرخ آزادی در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران منتشر کرده و گفته که این سرود سرودی برای ایرانه. برمیگردم با ادامه خبرها با شما به زودی. شاهدان امروز هم مثل هفته های گذشته پس از برگزاری نماز جمعه شاهد حضور گسترده مردم معترض بود. شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان از جمله چابهار هم امروز به صحنه اعتراض حکومتی تبدیل شده و معترضان با شعار علیه خامنه‌ای، سپاه پاسداران، بسیج و کل نظام به خیابان آمدند. در تصاویری که از زاهدان به ایران اینترنشنال رسیده صدای تیراندازی شنیده می شود. حضور زنان زاهدانی در اعتراضات امروز هم بسیار گسترده است. زنان شعار دادند چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب. Yeah.
تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تجمع حمایتی از مولوی عبدالحمید در زاهدان توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و به سوی مردم تیراندازی شده. زاهدان 11 آذر 1401 نیروهای سرکوبگر در حال حمله به مردم در حال شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور. حمله گسترده نیروهای سرکوبگر، مرگ بر خاوری، شلیک مستقیم، سریع به بروی فیلم گرفت، فیلم گرفت. مراسم نماز جمعه در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان بار دیگر به صحنه اعتراض‌های ضد حکومتی بدل شد.
11000 زائده هم بعد نماز جمعه. همزمان با زاهدان، چابهار و ایران شهر نیز صحنه خیزش مردمی بود. بنابر آخرین ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال، مردم معترض شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند. سرکوبگر چابهار 11/9. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به 44 سال تبعیض و نابرابری و فشارهای مذهبی در سیستان و بلوچستان گفته این مردم از تبعیض و فقر خسته شدند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش احکام اعدام و اجرای آنها را زیر سوال برده و گفته احکام اعدام نه شرعی است و نه قانونی. او گفته معترضانی که به خیابان آمدند نباید حکم محاربه بگیرند. مولوی عبدالحمید در واکنش به گفته‌های خامنه‌ای مبنی بر اینکه عبدالحمید را حزب نکنید بی آبرو کنید گفت خدا عزت می‌دهد نه کسی دیگر. الله تعالی هر کسی چیزی داده به هر حال به شما حکومت دستتون بوده، قدرت دستتون بوده و اگر ما چیزی هم داشتیم اینها را اگر الله تعالی عنایت کرده فضل الله، اگر پیش مردم یک حرمتی بوده، اگر محبت امروز هم به هر جایی که در دلی کسی هست یا نیست، این داد الله تعالی هم چیزی را که الله بده الله مگر بگیره. الله عزت میده عزت هم میگیره، عزت ها کسی دیگه نمیتوانه بگیره، عزت داد پروردگاره خداست که اگر هر کسی را بخواهد عنایت میکنه. همه آنچه که به دست ما و دست دیگران همه اینها عطای الله فضل الله تعالی. ما با خیرخواهانه میگیم که معترضین نه کسی را اعدام کنید بکشید، نه کتک جون بزید، نه آزاد کنید بگذارید، مگر کسی که مردمی کشته، آدمی کشته و که جرم سنگینی مرتکب شده برای این اعتراضات و بالاخره داد و بیداد ها، این ها سختی نکنید، بایی نبیشینید، با زندانی اشیاشی تکرار بمیکنه، تکراری بزشتم گفتم و بهترین راه ما میخواییم کشورمون امن باشه، ما میخواییم کشورمون متحد باشه، متفق باشه. ما بارها گفتیم که ما شیعه و سنی نداریم، ما اینجا اقوام نداریم، همه ایرانی همه یکی هستن، از زرتشتی ها گرفته تا دراویش گرفته تا دیگه تمام ادیان اینجا، ادیان اینجا، روش های اینجا، گرایش ها، حتی بهایی، بهایی هم انسان هم مال ایرانی، ایران هم حقوق دارن، حتی اونا هم رعایت بشه.
فریبا بلوچ فعال حقوق بشر از لندن همراه ما شدن. خانم بلوچ، امروز هم شاهد بودیم که بعد از نماز جمعه مثل هفته‌های گذشته حضور پیدا کردن مردم در سیستان و بلوچستان، به ویژه زنان امروز حضور گسترده‌ای داشتند و شعار می‌دادند. چه خبر بود امروز در اون منطقه؟ درود به شما. همطور که شما در ویدیوها هم داشتیم میدیدیم، ما هم شاهد اون بودیم که امروز هم مثل تمام هفته های گذشته مردم زاهدان، نه تنها زاهدان، تمام شهرهای بلوچستان، اکثر شهرهای بلوچستان اومدن مثل قبل در جمعه ها اومدن بیرون، تظاهرات مسالمت آمیز داشتن. و نکته ای که در این هفته و هفته قبل هم ما شاهدش بودیم و خیلی های زحمت بود، اهمیت بود، حضور زنان بلوچ بود در این اعتراضات که خیلی قابل توجه بود و چیزی بود که من فکر میکنم که همیشه جمهوری اسلامی سعی داشته که این مطلب اتفاق نیفته و در واقع ولی چیزی که ما الان شاهدش هستیم برعکس شده و الان زنها هم پا به پای مردان بلوچ در روزهای جمعه حضور پیدا میکنن. و مطلبی که خیلی جالب بود و امروز شعاری که خانم ها میدادن این بود که چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب. یعنی در واقع این نشون دهنده اون هستش که اون تفکری که حکومت ازش صحبت میکنه که این جنبشی که در ایران الان راه افتاده فقط به خاطر لخت بودن سر هستش و مردم میخوان رو سریاشونو بندازن، در واقع زنان بلوچ امروز این رو ثابت کردن که به هم دیگه چقدر درک و فهم دارن از این شعار و چقدر از اون تفاوت اندیشه ها آگاه هستن و هدف همه با فرق نمیکنه با هر طرز تفکری باشن، حالا به قول خودشون چه با حجاب چه بی حجاب، هدف همه گذر از انقلاب، از این جمهوری اسلامی هستش و رسیدن به اون آزادی و برابری هستش. و این چیزی بوده که جمهوری اسلامی انتظارش رو نداشته و همیشه سعی کرده که اتفاق نیفته، الان اتفاق افتاده و این خیلی نوید بخش هستش برای ما در ادامه این جنبش. خانم بلوچ، برگردیم به صحبت‌های مولوی عبدالحمید. نوک پیکان دستگاه سرکوب به سمت مولوی عبدالحمید به خاطر خب سخنرانی‌هایی که می‌کنه، سخنرانی‌های پرشور و هیجانی که می‌کنه هر هفته در نماز جمعه. فکر می‌کنی واقعاً اصلا موفق شده در این حرکت که محدود بکنه مولوی عبدالحمید و با این شرایطی که ما الان داریم می‌بینیم؟ 100% که نتونسته محدود بکنه. ببینید شما همطور که در سخنان خود جناب مولوی الان شنیدید، ما هیچ نگرانی نه تنها در چهره اینا، در چهره ایشون و نه در صداشون میشنویم و جملاتی که گفتن که وقتی که عزت رو خدا میده و فقط خدا هستش که میتونه اون عزت رو بگیره و همطوری فهمیدن که ما این محبوبیت خودمون رو از مردم داریم. یعنی چی؟ یعنی مولوی عبدالحمید در تمام این چند هفته‌ای که گذشت دقیقاً ثابت کرده بود که سمت مردم، با مردم هستش و حق مردم رو فریاد میزنه، نه تنها مردم بلوچ بلکه مولوی عبدالحمید از رنج کل مردم ایران صحبت میکنه. و اونها نه تنها تونستن با این فایل های صوتی که حالا ازشون افشا شده، از صحبت هایی که بینشون شده و هدف هایی که داشتن بر ضد مولوی عبدالحمید، نه تنها تونستن محبوبیت مولوی عبدالحمید رو کم کنن بلکه داریم میبینیم که محبوبیت مولوی عبدالحمید روز به روز بین مردم داره بیشتر میشه، به طوری که ما قبلا شاهد بودیم که مثلا مردم شاید فقط جمعه ها می اومدن بیرون، ولی از روزی که این تهمت ها به مولوی عبدالحمید زده میشه، از روزی که این فایل صوتی اومد، ما دیروز و روزهای روز چند روزی که تو روز گذشته هم شاهد بودیم که مردم زاهدان اومده بودن بیرون و در واقع شعارهایی برای حمایت از مولوی عبدالحمید دارن. پس این نشانه این هستش که نه تنها تونستن مولوی عبدالحمید رو محدود بکنن بلکه هم در نقشه های اونها خودشون هم با شکست روبرو شده و ما شاهد این مطلب در بین شهرهای دیگه هم هستیم. هرچی مردم رو بیشتر سرکوب میکنه و برچسب میزنه به مردم، ولی بازم دیگه الان این کارگر نیست، مردم باز دوباره میان توی خیابون و باز مبارزه میکنن، چون که دیگه همونطور که گفتم هدفشون گذر از جمهوری اسلامی و سالها با این تهمت ها سعی کرده مردم رو دور بکنه، از حالا دور کردن که نمیشه گفت، مثلا مردم رو ساکت بکنه و نخواد که مردم حق و حقوقشون رو فریاد بزنن، ولی این بار دیگه من فکر نمی کنم که دیگه همچین نقشه رو بتونه عملی کنه. فریبا بلوچ، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
در خبری فوری و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در روزهای گذشته جمهوری اسلامی رسما از مسکو درخواست خرید ابزار و ماشین‌های ضد شورش کرده و خواستار اعزام مشاوران روسی برای ارائه مشاوره و آموزش مسئولان امنیتی در سرکوب خیزش شده. در همین حال یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفته که فرماندهان این نهاد به دلیل کمبود نیروی سرکوب 1000 نفر از افراد بازنشسته در سپاه را به خدمت فراخواندند، اما تنها 300 نفر حاضر به بازگشت به خدمت شدند. در بخش بعدی خبر برمیگردیم با جزئیات بیشتر مواردی که اعلام کردم. اما بشنوید که گزارش ها از ادامه مسمومیت زنجیره‌ای دانشجویان در برخی از دانشگاه‌های کشور حکایت داره. در آخرین خبرها در روزهای گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه الزهرا هم با خوردن غذای سلف مرکزی دانشگاه مسموم شدند. دانشجویانی که به کلینیک تخصصی دانشگاه مراجعه کرده بودند تهدید شدند که اگر جایی ابراز کنند که پس از خوردن غذای سلف دانشگاه مسموم شدند، برای اونها پیامد بدی خواهد داشت و به حراست احضار میشن. همکارم لیلا سعادتی همراه ما شده. لیلا، بار اولی نیستش که دانشجو غذای سلف میخورن مسموم میشن. در ماهای اخیر داریم میبینیم به شکل زنجیره‌ای داره این اتفاق میفته و داره هی بزرگتر میشه. یعنی کاملا میشه گفت مسمومیت سریالی، یعنی فقط هم مربوط به دانشگاهی که حالا در تهران هستن نمیشه. الان در عراق، در کرج، در اصفهان، در تهران ما میبینیم که استانها و شهرهای مختلف داره این اتفاق میفته. مثلا همین که در مورد دانشگاه از زهرا گفتی، بیشتر بچهایی که یعنی دانشجوهایی که تو خوابگاه هم زندگی میکنن، اونا جمعیت بیشتری بودن که مسموم شده بودن، علاوه بر اینکه تهدید شدن که نگن اصلا اعلام نکنن، حتی رفتن به کلینیک دانشگاه برای اینکه حالا درمان بشن، چون همشون هم علائم دارن و این علائم تو همه دانشگاه هایی که این اتفاق افتاده وجود داره. پزشک دانشگاه اصلا گفته که نه، شما اصلا مسمومیت غذایی نداری، یعنی دانشگاه از زهرا. و همچنین دانشگاه خوارزمی کرج هم دیشب در واقع ما خبر روشو داشتیم و اعلام هم کردیم که تعداد زیادی از دانشجو، یعنی تعدادشون خیلی واقعا زیاد بودش که با خوردن غذای سلف دانشگاه مسموم شده بودن. ولی اتفاق بعد یعنی بدترش این بودش که اصلا رفتن به کلینیک دانشگاه مراجعه کردن بر درمان، اصلا سرم وجود نداشته در اون موقع شب، مثلا هیچ سرمی نبوده. بعد داروخونه دانشگاه هم بسته بوده و دانشجوها مونده بودن چیکار کنن. و بیشتر از این که دانشجوها دختر طی قانونی که وجود داره تو اون ساعت شب نمیتونستن برن بیرون و ببین چه وضعیت عجیبی رو داشتن. اصلا تحقیق انجام شده که علت این مسمومیت چی بوده؟ چون بالاخره وقتی که این تعداد زیاد از دانشجو مسموم میشن، حداقل از طرف انجمن صنفی یا جای دیگه میان ورود پیدا میکنن، تحقیقی شده؟ خب همون اتفاقی که برای دانشجو دانشگاه اصفهان افتاد، مثل همه این مسئولان دانشگاه که هم از زهرا هم خوارزمی گفتن که نه این ویروس مبتلا شدن و اصلا مسموم نشدن، دانشگاه اصفهان هم مدیرانش و مسئولانشون اینو گفته بودن. ولی بعد که دانشجو رد کردن، ولی در واقع شورای بهداشت استان که برای همون در واقع مسئولان دولتی هستن اومدن و بررسی کرده بودن و رد کرده بودن، گفتن که اینا مسئولیت قضایی دارن. همین الانم هم که دیدم که شورای صنفی دانشجویان کشور دقیقاً هم گفته و رد کرده و گفته که شما در واقع با این کار به نظر میرسه که نمیتونین جلوی در با این مسئولیت سریالی درست کردن، نمیتونین جلوی جنبش دانشجو رو بگیرید و اون این در واقع ویروس نیست و همون باکتری هستش که در غذاها وجود داره و مسئولیت قضایی هستش. دانشگاه علامه هم همین اتفاق واسه شون افتاده بود. بسیاری از دانشجوها دانشگاه علامه هم اونا مسموم شده بودن و حتی رفتن خیلی هاشون به بیمارستان. اشاره کردی به کمبود سرم و خب مواد دارویی اینا، این مشکلی که الان فقط هم احتمالاً مختص دانشجوها نیست، خبرهای زیادی میرسه از کمبود دارو در ایران. الان یعنی در ایران بزرگترین بحران دارویی کشور رخ داده. یعنی سرم خوراکی هم وجود نداره، یعنی سرمی که هم در واقع باید همیشه وجود داشته باشه نداره و قیمتش چندین میلیون تومان در بازار آزاد فروش میره. و همچون که گفتی فقط مربوط به دانشگاه‌ها نیست، همه مردم گرفتار هستن واقعا. لیلا، تصویرایی هم آماده شده از دانشگاه خوارزمی کرج که دانشجو به خاطر همین مسمومیت مراجعه کردن و ما گفتن که سرم نداریم. میریم اونا رو میبینیم. ممنون از حضورت با ما. اینم درمونگاه دانشگاه خوارزمی وادی کرج، اینم آمبولانس دانشگاه که به خاطر غذای سه بچه ها یکی یکی پشتن هم داره مسموم میشه. خدا به خیر.
مراسم سوم مهران سماک امروز در آرامستان بندر انزلی برگزار شد. مردم معترض در این مراسم شعار دادند می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مهران سماک در شب جشن باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل آمریکا در بندر انزلی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. تصاویری از مراسم امروز در بندر انزلی به ایران اینترنشنال رسیده، با هم ببینیم. در خبر اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده، خانواده حامد سلحشور جوان 22 ساله اهل ایزه که در بازداشت و زیر شکنجه جان باخت، پیکر او را از خاک قلعه تل بیرون آوردند و در قبرستان ایزه به خاک سپردند. نیروهای امنیتی بدون اجازه خانواده او را در جای دیگری دفن کرده بودند. پس از شکافتن قبر، خانواده با پیکر شکنجه شده و بدون کفن فرزندشان روبرو می شوند. مردم و بستگان حامد سلحشور جوان ایزه‌ای روز جمعه با تجمع بر سر مزار او در این شهر در مراسم سوم او تجمع کردند و شعارهای ضد حکومتی دادند. واقعا تشکر کنیم از تمام خلطان. واقعا بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، نهادهای امنیتی در هفته‌های گذشته انجمن‌ها و نهادهای اقلیت‌های مذهبی را تحت فشار گذاشتند تا بیانیه‌هایی در محکومیت خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی صادر کنند. این بیانیه‌ها که با متن‌های مشابه منتشر شدند از سوی انجمن زرتشتیان تهران، انجمن موبدان تهران، انجمن کلیمیان تهران، خلیفه‌گری ارامنه تهران و خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب کشور منتشر شده. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، یکی از اعضای انجمن زرتشتیان تهران هم نامه‌ای نوشته و تأکید کرده که متن اولیه بدون نظر اعضا تنظیم و با فشارهای امنیتی تغییر داده و منتشر شده. همراه هستیم با منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18 و فعال حقوق اقلیت‌های دینی از لندن. آقای برجی، نظر شما رو بشنویم راجع به این بیانیه‌هایی که خب به نظر میرسه که با متن‌های مشابه زیر فشار منتشر شده. چرا جمهوری اسلامی اصلا رفته به این سمت؟ سلام خدمت شما خانم عزیزی و مخاطبین گرامیتون. واقعیت اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی اثر بر خودش ظاهرا بسیار تنگ دیده که در از تمام توان خودش برای مقابله با این جنبش آزادی‌خواهی مردم استفاده میکنه. در برخورد با جامعه مسیحیان هم سالهاست که سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی این بوده که سرکوب کلیسا و مسیحیان رو به نحوی انجام بده که کمترین مسئولیت متوجه اونها باشه و افرادی رو از خود این جامعه ابزار کنترل و اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت بکنن. حالا از بستن کلیساها گرفته تا تلاششون برای این روزها برای سرکوب صدای مخالفان و معترضان به حکومت در جامعه. تو این بیانیه‌ها مشخصه، همونطور که از متن
اساس پیداست، ویژگی هایی هست که ادبیات حاکمیت رو درش به طور خاص بروز میده. استفاده از واژه اختشاشات به جای اعتراض، انتساب اعتراضات به دشمنان خارجی که کپی از فرافکنی های رهبر جمهوری اسلامی، استفاده از تبلیغات حکومتی برای اینکه اینها رو تهدید جلوه بده، اعتراضات مردم رو برای تمامیت ارضی کشور و یا امنیت مردم، و همینطور یه ویژگی بارز دیگرش هم اعلام همبستگی با حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی به جای مردم، یعنی تسلیت گفتن به خانواده شهدای حافظ امنیت به جای این نزدیک 450-500 نفری که کشته شدن در این حوادث، بیش از 60 کودک. و این در حالی که خانم عزیزی مسیحیان زیادی فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینیشون با احکامی سنگین در زندانگاه تا 10 سال حبس تو زندان هستن، و به اعتراف خود همین نمایندگان مجلس و رهبران دینی، افراد زیادی از جامعه ارامنه و آشوری‌ها مطمئنا در مورد زرتشتی‌ها صدق میکنه. در این چند دهه اخیر به خاطر تبعیض فراگیر و فشارهای فزاینده حکومت یا اون چه رفتار سلیقه‌ای حاکمیت میخونن، به خارج از کشور مهاجرت کردن، از جمله فرزندان خود همین نمایندگان مجلس. آقای برجی، سوال پیش میاد که خب در جامعه‌ای که کلیساها به قول شما بسته میشه، فعالیت عبادتگاه‌ها محدود هست، بهایی اصلا به رسمیت شناخته نمیشن، نوکیشان مسیحی به اعدام محکوم میشن، چرا توی همچین جامعه‌ای حکومت میره به سمت اینکه بیانیه صادر بکنه از طرف همین اقلیت‌های مذهبی و دینی؟ مخاطب این اصلا این بیانیه‌ها کیا هستن؟ بله، من فکر میکنم یک توجهی هم باید داشته باشیم به خبری که هفته گذشته یک دو هفته پیش بیرون اومد، و اون این که نمایندگان آشوری مجلس، نماینده آشوری مجلس فراخوانی داده بود برای اینکه رهبران جامعه دینی آشوریان رو بخونه و فعالینی رو که در جامعه آشوری در اعتراضات شرکت داشتن به هر نحوی نهی بکنه، اونها رو به سکوت وادار بکنه. مسیحیان ایرانی هم چه در داخل و چه در خارج از کشور همگام با بقیه هموطنانمون به اشکال مختلفی توی جنبش آزادی خواهی شرکت داشتن، حالا چه صدور بیانیه بوده و محکوم کردن کشتار و سرکوب معترضان، چه با شرکت تو تجمعات و یا حتی کمک رسانی به کسانی که آسیب دیدن توی این اعتراضات. از طرف دیگه جمعیت اقلیت‌ها و به خصوص ارامنه و آشوری باقی مونده تو کشور اینقدر کمه که این حجم تلاش رو برای کنترل توجیه نمی‌کنه، که نمایندگان وزارت اطلاعات بیان جلسه تشکیل بدن با رهبران دینی و از اونا بخوان که خودشون به قول خودشون معترضان رو مدیریت بکنن. این نشون دهنده اون نگرانی فزاینده حکومت هست و استیصالشون در کنترل کردن این آرامی هاست. بله. و اینکه آرام‌ترین و شاید سلطنت‌ترین قشر جامعه هم از این میزان ناعدالتی و ظلم به خروش اومده. منصور برجی، بسیاری معترض هستن از جامعه آشوری ها و خیلی از اونها وقتی که باشون تماس گرفتن و دعوت به سکوت کردن، جواب دادن که ما آشوری هستیم که هستیم، در این حال ایرانی هم هستیم و این درد مشترک ماست که بهش اعتراض داریم. بله، منصور برجی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. کانادا 4 مقام و 5 نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، علی قناعتکار، بازپرس دادسرای اوین، مرتضی طلایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران و چند شرکت تابعه سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. میریم پیش مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو. مهسا، از روز اول این خیزش انقلابی کانادا به انواع مختلفی فشار آورده به دولت جمهوری اسلامی و با تحریم‌های مختلف و با حمایت از مردم، این بار هم ما شاهد هستیم که دوباره تحریم‌های جدیدی هست. جزئیاتش رو از تو بشنویم. شهر، همونطوری که گفتی، دولت کانادا از ابتدای خیزش انقلابی مردم داخل ایران بیانیه‌های مختلفی داده، تحریم‌های گوناگونی انجام داده بر علیه کسانی که وابسته به حکومت اسلامی که هستند، کسانی که گفته میشه در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در این دوره سرکوب نقش داشتن و یا قبلن مردم رو تحت سرکوب خودشون داشتن. در میان نامهایی که امروز در لیست تحریم ها هست، شاید نام مرتضی طلایی برای کانادا یک نام مناقشه برانگیز باشه، کسی که اگه یادمون باشه تابستان گذشته به کانادا اومده بود، اینجا برای دیدن اقوامش اومده بود و واکنش‌های گسترده‌ای از طرف مردم ایرانی کانادایی و دیگر کسانی که ایرانی هستن واکنش‌های گسترده‌ای داشت و
آنطوری که من میدونم کسانی که در لیست این تحریم ها قرار میگیرن وضعیت اقامتی خانواده های اونها هم ممکن هست تحت تاثیر قرار بگیره. در یک کنفرانس مطبوعاتی با وزیر مهاجرت کانادا صحبت میکردم، همین سوال رو ازش پرسیدم که کسانی که اینجا وابستگانی دارن در لیست این تحریم ها قرار میگیرن برای اونها چه اتفاقی میفته، و تاکید کرد که اگر اینها هم افرادی باشن که وابستگی هایی به حکومت اسلامی داشته باشن وضعیت اقامتی اونها هم مورد سوال قرار خواهد گرفت. در ضمن لازمه که یادآوری بکنم 18 روز پیش دولت کانادا حکومت رژیم جمهوری اسلامی رو یک حکومت تروریستی، حکومتی که حامی اعمال تروریستی هست، خطاب کرده. چند روز پیش در یک دادگاه عالی در آنتاریو سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده، چیزی که در دولت کانادا مورد بحث بوده در از سال 2018 تا به حال. الان 4 سال هستش که دولت کانادا داره بررسی میکنه که سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی بذاره. این تحریم هایی که اعمال میشه علیه افراد وابسته به جمهوری اسلامی، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، و این احکامی که از طرف دادگاه های مثل دادگاه عالی آنتاریو صادر میشه، باعث میشه که این موضوع هر روز مورد بررسی دولت کانادا قرار بگیره. و همونطوری که انتظار میشه داشت و در این بیانیه هم ذکر شده، دولت کانادا نظاره‌گر سرکوب گسترده مردم در ایران نخواهد بود و اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. ممنون از توضیحات تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو. مژگان شجریان، خواننده و نوازنده سه‌تار و فرزند محمد رضا شجریان، موزیک ویدیویی رو با عنوان به نام سرخ آزادی در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران منتشر کرده و گفته که این سرود، سرودی برای ایران، زن، زندگی و آزادی است. مژگان شجریان در ادامه افزوده، این سرود را به تمام مردمانی که قلبشان برای وطن میتپد و خون سرخشان در بستر رگ‌های آزادی تا ابد جاری میماند تقدیم میکنم.
جزئیات چند شرکتی که از طرف کانادا به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران تحریم شده بیرون اومده. شرکت خدمات فرودگاهی سفیران به دلیل نقشش در پروازها بین ایران روسیه و انتقال سلاح، و همینطور شرکت بهارستان کیش که از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه هست. با ما بمونید، همکارم فرهناز اسفند برمیگرده با تازه‌ترین‌ها با شما. از طرف من وقت خوش.